خواهری میگوید که طوری شده که مردم نسبت به من بدبین شده، کتکم میزند. هم تذکری بدید هم برای خودم دعای خیری بکنید. من شوهرم رو دوست دارم، همسرم رو دوست دارم. دعا بکنید تا خدا کمکم بکنه. خوشبینی که بین ما بود دوباره تو دل شوهرم خدا قرار بده و لذت و برکت زندگی مشترک نصیب خودم و نصیب مردم و نصیب بچه هام بگردد. ما برای شما دعا میکنیم، تذکرم میدهیم که بهترین خیر و برکت در خوشبینی نسبت به خدا و حسن زن، و تا میتوانیم و راهی دارد و امکان دارد خوشبینی نسبت به خلق خدا، بدبینی سبب نفرت هست. اما نصیحتم این است، کاری که عامل فتنه و بدبینی هست باید اجتناب بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا مواضع التهم، از موضع تهمت فاصله بگیر تا بدبینی ایجاد نشود. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم با صفیه همسرش در تاریکی شب در کوچه مدینه ایستاده بود. صحابی آمد نزدیک، اینطوری صورتش آورد نزدیک، نگاه کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با زنی ایستاده. یک دفعه سرش انداخت پایین، با دو از اون محل دور شد. پیامبر همسرش رو رها کرد، دنبالش دوید، گفت عباد الله عبدالله بیست، عبدالله بیست، ای بنده خدا بیست، چرا می دوید؟ این همسرم صفیه است. گفت یا رسول الله، یا رسول الله، من دلم نسبت به شما خراب می شود. گفت الشیطان و یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان در مجرای خون انسان حرکت می کند. خواستم که بگم این همسرم صفیه هست. اتقوا مواضع التهم. بعضی از خواهرای بزرگوار نسبت به مرداشون بدبین میشن، حرکت های انجام میدهند که سبب بدبینی میشود، سبب بیاعتمادی میشود. بعضی از خواهرای بزرگوار میگن که قبلا شوهرم کل مال و چک و هر چی داشت دستم میداد، الان چند مدتی که فقط همون خرجی محدود خوره دستم میده، اعتمادش سلب شده. علت دارد، شاید امانتدار خوبی نبودیم، شاید خواهرم کوتاهی کرده، مرد به تو خوشبین بوده، به تو اجازه داده، حیف و میل کردید، از اجازه سوء استفاده کردید. الله اعلم. نمیشه یک جانب قضاوت کرد، نمیشه یک طرف قضاوت کرد. مسائل مشترک باید دو نفر روبروی همدیگر بنشینند، پیش مشاور بروند. اما این تذکرات برای عموم است، سبب خیر شده که این تذکرات داده بشود. علت بیاعتمادی چیست؟ خواهری نسبت به شوهرش مشکوک می شود. اگر شوهرش خوابید موبایلش را چک می کند، همه شماره هایش یکی بعد از دیگری چک می کند. اگر تو دستشویی یا حمام است موبایلش زنگ خورد، بلا فاصله به طرف موبایل نگاه می کند که این موبایل کیست، با چه کسی ارتباط دارد. اگر پیراهن و شلوارش در آورد روی جالباسی گذاشت، استراحت کرد، تو جیبش می گردد، نامی باید سوال کرد. موبایل اسرار مردم توشه. بعضی از دوستان موبایل دست میدید، مشغولید، دست تمیز نیست، وقتی میبینی که شماره ها تو چک داره میکنه، تو اجازه گرفتید؟ چقدر اسرار خانوادگی تو این موبایل است؟ کل اسرار زندگی انسان تو این موبایل است؟ پس زنی که نسبت به شوهرش بی اعتماد شده، وقتی شوهر بیرون میره 100 تا جاسوس گذاشته برای شوهرش، زنگ میزنه پشت سرش، پیش شما نیامده؟ تو مغازه نیست؟ کجاست؟ حتما رفته، حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. شوهر خبرش میشود، از کانالی بهش میرسد که زنش دنبالش داره مخبری میکند. این دیگه آرامش از زندگی میرود. زن باید عاقل باشد، زن باید شوهرش را از تو منجلا بیرون بکشد.
زنهایی داریم که شوهراشون معتاد شدن. باور بکنی به هر دری زده که شوهرشون نجات بده، شوهر معتادش که برش بگردونه تو خانه بخواباندش، همین استخوان خشکیدهش به عنوان یک سندی برای بچه هاش باشه، از دوا و دکتر و دارو و مشاور و. اما بعضی خواهرها مفت همسرانشون از دست میدن، با عشق و علاقه به هم با هم ازدواج کردن، با بدبینی، با حرکات های نادرست، با حرف هایی که نباید بزنه. یک داستان استادی تعریف میکرد درباره زن کاملی، تو این نامه هم نوشته که همسرم منو کتک میزند. خیلی کار زشتیه. زن کنیز مرد نیست، زن مکمل مرده، زن ایمان مرده، زن تقوای مرده، زن مسکن مرده، زن لباس مرده، زن امنیت و آرامش مرده. زن که نباید کتک زد، دختر مردم که نباید کتک زد، مادر بچه هاته. با کتک که دردی دوا نمی شود، با مشت و لگد و فحش های ناموسی به همسر، همسری که مادر بچه هاته، انتظار دارید بچه هات را فرشتگونه تربیت کند؟ نمی شود هم چیزی که جلو بچه ها مادر رو لگد مال بکنید. دو طرف باید اصلاح بشوند. استادی تعریف می کرد درباره زن عاقل و فهیم و کاردان و قاعد فهم، مثل این خواهرمون هر شب از دست مرد خشنش کتک می خورد، مشت و لگد کتک، که به تنگ آمده بود. تا یکی از شبها، یکی از روزها بحثشون شد و شروع کرد به فحش‌های زشت ناموسی به همسرش و مشت و لگد تا اونجایی که تونست به همسرش کتک زد. همسرش همطور خوابیده بوده، گریه میکرده، آه میکشیده. یک دفعه صدای زنگ در به صدا در میاد. خواهرها و برادرها خوب گوش بدن، صدای زنگ در به صدا در میاد. مرد تو حال نشسته بوده، خودخوری میکرده، هنوز عقدش تخلیه نشده از بس که کتکش زده، حالا خودخوری بعد از کتک زدن. صدای زنگ در به صدا در آمد. وقتی مرد رفت دم در، در رو باز کرد، دید که پدر خانمشه، مادر خانمشه، برادر خانمشه، باجناقشه، همه آمدن مهمانی. مرده به ظاهر طوری نشون داد که خیلی خوشحاله، ولی از اون طرف ترس و وحشت مرده رو فرا گرفت. حالا چه کار کنم؟ اگر این دخترشان، این خواهرشان که همسر منه، الان اسرار منو برباد بده، بگه به برادر گردن کلفتش، بگه به پدرش، بگه به باجناقش، بگه به اون یکی، بگه به خواهرزادش، اینجا چه کارش میکنن؟ الان خودش تنهاست، انتقام ازش میگیرن و دست دخترشون و خواهرشون رو میگیرن، از خانش خارج میکنن. اما اون خواهرمون زندگیشو دوست داشت. نمیشه که هر روز ازدواج کردن که لباس نیست که دکمش باز بکنید نشد میرم. باید زندگی رو ساخت، باید مشکل رو حل کرد. هیچ مشکلی نیست که حلی نداشته باشد، به شرطی که ما خواهان حل مشکلاتمون باشیم. بالاخره زندگیشو دوست داشت، با این همه کتک کاری میفهمید که خانه پدر یک روز، دو روز، زنی که از خانه پدر رفت بیرون، رفت خانه مرد، دیگه تو خانه پدر برگشتی ندارد و جاش نمیشود. دیگه احساس حقارت میکند، دیگه احساس میکنه که اونجا اضافیه. خواهرم باید با این دید نگاه به زندگیت بکنید، نه اینکه با کوچکترین مشکل، با کوچکترین نصیحت شوهر چادر رو بردارید یلا طلاقم بده. الان ابزار زنها همین شده، با کوچکترین مشکل و سختی تو زندگی یالا طلاقم بده، یالا طلاقم بده. طلاق حل نیست. ببین این خواهرت، ببین این زن مسلمان، این زن قائد فهم، هر شب کتک کاری، اما میگه همین کتک باز از خانه پدر بهتره که بر بگردم. امید دارم که یه روزی اصلاح بشود. میگه پدر سوال کرد که فرزندم دخترمون کجاست؟
گفت بابا الان صداش میزنم تو اتاق خوابه، الان صداش میزنم بیاد خدمتتون. چه مفاجعه ای، چه سعادتی، منت گذاشتید امروز آمدی خانه رو نورانی کردی. رفت در اتاق به زنش گفت زن، خانوادت آمدن، در رأسشون پدر و مادرت، بلند شو بیا بهشون سلام کن. زن بلند شد، سر و صورتش و اشکاش رو پاک کرد، ولی دلش پر بود. سعی کرد که خودش رو نشون نده. آمد تو حال، تا پدرش رو دید دلش به حال خودش سوخت. از یک طرف وسوسه می شد که بگه، از یک طرف می گفت زندگیمه، باید تحملش کنم. پایان شب سیاه سفید است، اگر صبر کنی زغوره حلوا سازی. از صبر و ضیا، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسی که به خاطر خدا صبر کنه بر سختی زندگیش، خدا راهی رو برای نجاتش و هدایتش چه مهیا میکند. میگه بلند شدم رفتم دست پدرم رو بوسیدم، همینجا دلش پر میشه. میگه بابا چرا گریه میکنید؟ پدرش میگه بابا از حالا مردش هم ایستاده منتظره که چی میگه این مردم، زنم. گفت بابا این از عشق شوق و خوشحالی به دیدار شماست. زیارت غیر منتظره بود، انتظار نداشتم که کل خانوادم امشب تو خونم باشن. وقتی که آقا گفت که بلند شو که بابا و مامان و برادرها و خواهرها همه آمدن، نتونستم خودم رو کنترل بکنم. بابا این عشق خوشحالی است. مرد خیس عرق شد اونجا، اون عشق شوق داره میریزه، این عشق شرمندگی داره میریزه. همه نشستن پذیرایی شد. بعد از اینکه رفتن، مرده در خلوت خودش به خودش گفت ای بی انصاف، ای مجرم، ای بی رحم، ای نمک نشناس، ای ناسپاس، ای ناشکر، چه فرشته ای تو خونت، تو قدرش نمیدونستی، چه فرشته رحمتی تو خونت، تو قدرش نمیدونستی. معذرت خواهی کرد، فرداش رفت بازار یک هدیه نفیس و ارزشمندی خرید برای همسرش. از این رو به این رو شد، آمد تو خونه. خوب گوش بدن خواهرها و برادرها، این مرد غرورش رو خرد کرد، بلند شد پیشانی همسرش، زنش رو بوسه زد و به گریه افتاد و گفت حلالم کن، قدر تو رو نفهمیدم، ندونستم که خدا چه فرشته نجاتی به من داده. تو اسرار منو حفظ کردید، تو سبب شدید که خانه من حفظ بشه، زندگی من حفظ بشه. چنین زنهایی وجود دارن با این همه صبر و استقامت و تحمل و قاعده فهمی، نه اینکه دنبال موبایل شوهرش که شمارش ناکنم با دوست دختری نداره، با کی داره تماس میگیره، به تو چی؟ اگر زن واقعا به مردش برسه، اگر احترام متقابل باشه، مرد داره درآمد در میاره که بده دست همسرش، همسرم این مال خرج زندگی خودمون بکن، خرج خانوادت هم بکن، و تا دلت هم میخواد خیر بکن، تو آزادی. هستن بعضی مردا که چنین اختیاری به زنهاشون دادن یا ندادن، ولی بعضی مردام گفتن این پول حق نداره یک قران دست بزنید مگر با اجازه خودم، این خوبه یا اون خوبه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هیچ نعمتی بعد از نعمت ایمان معادل نعمت همسر صالحه نیست، زوجه صالحه نیست، برعکسش هم صحیحه. هیچ نعمتی برای زنم معادل نعمت مرد مؤمن و صالح بعد از نعمت ایمان نیست. قدر زندگی همدیگر رو بدانیم. طلاق راه حل نیست، طلاق آخرین راه حله، راه حلی که دیگه
هیچ راهی براش وجود ندارد مگر با طلاق. اون یه بحث جداگانه هست. قدر این سرمایه ها را بدانیم. اگر شوهری از همسرش راضی باشد، اون زن بهشتیه. بهترین زن در دیدگاه اسلام زنی که نماز پنج وقتش، روزه رمضانش، عبادتهاش انجام بدهد. اگر شوهرش بهش نگاه کرد خوشحال بشود، اگر شوهرش بهش امر کرد دستور داد اطاعت بکند، اگر شوهرش رفت مسافرت و غائب شد در دو چیز اونو حفظ کند، در عفتش و در فراشش و در مالش. این کاملترین زن است. این زن روز قیامت از هر دری از درهای بهشت که میخواهد وارد میشود. مردم باید واقعا فرشته باشد. خداوند میگه الطیبات و للطیبین و الطیبون للطیبات. زنهای پاک برای مردای پاک، مردای پاک هم برای زنهای پاک. برای همتون آرزوی موفقیت دارم.